برسیم به یکی از قسمت هایی که میدونم خیلی منتظرش بودید انیمیشن توی موشن ما توی موشن چطوری میتونیم انیمه ایجاد بکنیم و چیزی رو تغییر بدیم توی مبدع زمان قبلا دیدیم که ما با بیهیویر ها میتونیم حرکت ایجاد بکنیم یا یه سری چیزهای دیگه اما روشی که متداولتره و شما احتمالا توی نرم افزارهای دیگه باش بیشتر آشنا شدید مثل افتر Effects روش کی فریمه. برای کی فریم کردن هر چیزی و انیمه کردنش شما میگید تو اون زمانی که میخواید این اتفاق بیفته مثلا من میام الان توی فریم اول دکمه ریکوردم رو میزنم این یکی از قسمت های مهم موشن این دکمه ریکوردی که شما میبینید با زدن دکمه ریکورد شما میتونید اوتوکی رو فعال بکنید حالا اوتوکی چی هست اون رو هم با هم میبینیم شما دکمه ریکورد رو میزنین من میام مثلا توی فریم اول اون چیزی که میخوام تغییر بدم رو یه چیز کوچولو توش ایجاد میکنم الان من هر کاری بکنم همونطور که شما یه آیکون قرمز این وسط ایجاد میشه به این معنا که این قسمت و این پارامتری کی فریم خورده اگر میخواید تغییرش ندید میتونید بیاید از اینجا هم اد کی فریم رو میتونید بزنید و هم میتونید با آلت کلیک کردن روی این قسمت یک کی فریم اضافه بکنید من میخوام توی یک ثانیه یا حالا بیشتر توی یک و نیم ثانیه چشم این شخصیت من از اینجا بیاد اینجا حالا اگر این قسمت رو نگاه بکنم میبینم که این اتفاق میافته این یکی چشم هم همینطور من میام انتخابش میکنم اگر نخوام بیام اینجا و این پارامتر رو کی بزنم میتونم فقط یه تکون کوچولوش بدم اون چیزی که تغییر میکنه و اون چیزی که شما دست بهش میزنید و تغییرش میدید توسط اتوکی رکورد میشه یعنی یه کی فریم براش ایجاد میشه مثلا اگه من این دماغ رو انتخاب بکنم هیچ اتفاقی نمیفته اما به محض اینکه یه تغییر کوچولو توش میدم اون چیزی که تغییر میدم کی فریم میخوره مثل این پوزیشن اینجا یا اگر مثلا بچرخونمش اگه یه ذره بچرخونمش شما همینطور که میید روتیشنش هم کلید میخوره اگر یه ذره کوچیکترش بکنم اسکیلش هم کلید میخوره و آخر هر کدوم از پارامترهای دیگه که ما بخوایم روش کار بکنیم خب من اینجا توی فریم 35 این یکی چشم رو هم میارم اینجا ممکن بخوام دماغم یه ذره بچرخونم و یه خورده اینطوریش بکنم حالا میتونم ببینم نکته که اینجا به وجود اومده اینی که شما میبینید خیلی کند اتفاق و شما شما بخواید این اتفاق خیلی سریعتر بیفته برای تغییر کی فریم ها توی زمان شما چیکار باید بکنید ما از کی فریم ادیتور استفاده می کنیم شما اون چیزی رو که میخواید کی فریم هاش رو تغییر بدید حالا چه نظر زمانی چه از نظر چیزهای دیگه ولی معمولا نظر زمان رو تغییر بدیم موقعی که میایم تو کی فریم ادیتور انتخابش می کنید F6 یا همون تایمینگ پین رو میزنید اینجا هم شورتکاتش هست اگر خواستید میتونید از اینجا هم بزنید و اگر شما الان با دقت به لاین من نگاه کنید ببینید که ما یک کی فریم اینجا داریم برای جابجا کردن کی فریم ها توی موشن شما هم میتونید از اینجا کی فریم رو انتخاب بکنید و جابجا بکنید هم میتونید بیاد به قسمت کی فریم ادیتور که مخصوص کار جابجا کردن کی فریم ها و مدیریت کی فریم هاست من اینجا میام فقط عنوان های پارامترهای انیمه شدم رو انتخاب میکنم مثلا میبینم که x, y و z هستن اونها رو فریم میکنم همونطور که شما اینجا بینید من یک کی فریم برای x یا همون عنوانی که اینجا دارم یک کی فریم اینجا برای اون ثبت شده یک دونه برای وای و یک دونه برای Z به همین ترتیب توی فریم 35 یک کی فریم برای حکم از ثبت شده من ممکن بخوام این اتفاق تو دوازده فریم بیفته میتونم این صدا کی فریم رو انتخاب کنم و درگشون کنم به فریم دوازده اگر شما موقع درگ کردن کی فریم هاتون شیفت رو نگه ندارین عناوینتون زیاد و کم ممکنه بشن اما اگر شیفت رو نگه دارید فقط تو مقطع زمان جابجا میشن به طور مثال ممکنه شما نخواهید وقتی که اینو جابجا کنید چشمتون اینجا بیاد چون اونجوری وقتی که فریم ها رو انتخاب بکنید و جابجا بکنید ممکنه جاهای دیگه ای بیان از نظر کی فریمی در واقع ولی وقتی شیفت رو بگیرید دیگه تو همون زمان فقط توی مقطع زمان جابجا میشن خود ارزش کی فریمتون کم و زیاد نمیشه منظورم از ارزش کی فریم اینه که مثلا شما وایتون بیشتر یا کمتر نمیشه حالا ممکن اصلا من بخوام اینجا وای رو یه خورده پایینتر بیارم میتونم از اینجا این کار رو انجام بدم میام سراغ این یکی میام کی هایی که میخوام رو انتخاب میکنم و این بار به جای اینکه بیام اینها رو درگ کنم میتونم بیام و بکشمشون اینجا همونطور که شما دیدین یک بار دیگه البته دقیقا من خواستم درگ بکنم من چون گفتم درگ اگه بخوام درگ نکنم و خب حالا ما اینجا میبینیم که به این صورت هست و میاد توی اینجا قرار میگه اگر شما روی هر کی فریمی دابل کلیک بکنید میتونید تایپ کنید یه عدد رو اینجا مثلا من ممکنه هفت و دو هفت بخوام باشه یا مثلا این یکی پنج و یک باشه همینطور اینجا میتونید این کار رو انجام بدید مثلا به جای صفر من یه تکلیک اینجا میکنم و میزنم یک خب حالا یه بار با هم می بینیم. یکی از مواردی که خیلی سوال از من زیاد پرسیده شده در مورد شیپ انیمیشنه مثلا زمانی که ما یه خط داریم و یا یه ماسک داریم چطوری میتونیم اون رو انیمه بکنیم باز همونطور که خدمتون گفتم اوتوکیه شما حتما باید فعال باشه من اینجا میام توی شیپ توی جیامتری و همونطور که شما اینجا میبینید ما یک کنترل پوینت دارم من این کنترل پوینت رو میام توی اون زمانی که میخوام که مثلا اینجا فریم یکه یک alt کلیک روش میکنم یک فریم بر یکی فریم برش ثبت میشه میام مثلا توی فریم دوازده ابزار ادیت خطم رو انتخاب میکنم و حالا مثلا یک همچین تغییری اینجا میدم خب حالا میتونیم با هم ببینیم که این اتفاق میفته شما اگر توی موشن برای هر چیزی کی فریم ایجاد بکنید کی فریم اول که ایجاد بشه اگر اتوکی شما فعال باشه دیگه هر تغییری که به وجود بیارید کی فریم های بعدی اتوماتیک ایجاد میشن مثلا من این بینی شخصیت رو ممکن بخوام دوباره شکلش رو عوض بکنم اد کی فریم رو اینجا میزنم میام مثلا توی فریم 12 یا 13 و حالا اگر تغییر ایجاد بکنم اتوماتیک وار کی فریم برایش ثبت میشه شما با دیدن این آیکون هم میتونید تشخیص بدید که الان توی این لحظه این ولیوی که ما اینجا داریم یعنی این متغیری که اینجا داریم کی فریم داره یا نداره من اگه مثلا دو فریم عقب تر بیام یا چند فریم عقب تر بیام شما همونطور که بینید یه لوزی تو خالی میشه به این معنا که توی این لحظه از زمان ما کی فریم نداریم من یه ذره اینا رو ممکنه جابجا جا بخوام بکنم که حالا یه کی فریم اینجا داشته باشه دیگه از اینجا بعد که شما چه جوری حالا انیمه ایجاد بکنید زمان بندی ها و چیزهای دیگه تمامش دیگه دست خودتونه مثلا من ممکنه بخوام بیام این ابرو رو یه جا جابجا بکنم میام میام توی زمان یک براش یه اد کی فریم میکنم میام مثلا توی فریم 9 و حالا مثلا ابرو رو یه همچین بازی باش میکنم و حالا میتونم نتیجهش رو ببین. خب این یه معرفی بود از انیمیشن توی موشن توی قسمت بعد یه مقدار تر به این موضوع نگاه میکنیم